من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی، و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. در نتیجه این بیان همون هنر میشه، در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه، و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده، به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن، در نتیجه این مفاهیمم امروز برای ما عوض شدن. به هر شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه، و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میونه اونها خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه. بیش از اینها آه آری، بیش از اینها میتوان خاموش ماند، میتوان ساعات طولانی با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بیرنگ، در قالی، در خطی موهوم بر دیوار. میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد، کودکی با باد با دکای رنگینش ایستاد زیر یک تاقی، گاری فرسوده میدان خالی را با شتابی پر هیاهو ترک میگوید. میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور، اما کر. میتوان فریاد زد با صدایی سخت، کاذب، سخت، بیگانه، دوست میدارند. میتوان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را، میتوان تنها به حل جدولی پرداخت، میتوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دلخوش ساخت، پاسخی بیهوده آری پنج یا شش هست. میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب حاصلی پیوسته یکسان داشت، میتوان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش کهنه‌ای پنداشت. میتوان چون آب در گودال خود خشکی، میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه موسیقی فوری در ته صندوق مخفی کرد. میتوان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مسلوب یا مقلوب را آویخت. میتوان با صورتک ها لختی دیوار را پوشان، میتوان با نقش های پوچ در آمیخت. میتوان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید. میتوان در جعبه ماهود با تنی انباشت اسکا سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار حلقه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوش. آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد، و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام به هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست،
سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در طراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافته ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید و هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که زکشتی دیگر بار و رفت و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند. همه ی هستی من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می‌گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می‌سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره‌هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می‌گوید دست‌هایت را دوست می‌دارم. دست‌هایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد، می‌دانم و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می‌آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخن‌هایم برگ گل کوکب می‌چسبانم. کوچه‌ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد.
کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.